به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما دوستان گرامی. من حامد باقری هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی، در خدمت شما هستم. بازار سرمایه میخواد به صورت شفاف به ما معرفی بکنه یک پتانسیل بسیار بسیار عالی برای تأمین مالی اغلب شرکت‌های مختلف در کشورها و در اقتصادهای مختلف. لذا ما توی این درس با توجه به ماهیت بررسی تطبیقی اون که میخواد بازارهای سرمایه موفق رو به ما یاد بده و معرفی بکنه، میریم سراغ شناخت بازار سرمایه تا ببینیم که بازار سرمایه چه کمکی رو میتونه به اقتصاد کشورها انجام بده که این کمک در قالب تأمین مالی شرکت‌های مختلف و یا حتی خود دولت میتونه معنی پیدا بکنه. لذا ما توی این درس میخوایم بازار سرمایه رو کلا معرفی بکنیم، بشناسیم و تجربیات اقتصادهای خیلی معتبر و موفق رو معرفی بکنیم. بر اساس این درس ما درس بندی ها یا فصل بندی های مختلفی رو داریم که فصل اول شناخت بازارهای مالی و بازارهای تابعه اون رو در بر میگیره. ما توی این فصل میخوایم بازارهای اولیه رو بشناسیم، بازارهای ثانویه رو بشناسیم، بازار پول و تفاوت اون با بازار سرمایه رو بشناسیم، بازار ارزهای مختلف و بریم سراغ مؤسسات مالی تا ببینیم که مؤسسات مالی چه کارهایی رو انجام میدن، چه خدماتی رو به مردم میدن، اقتصاد ارائه میدن، چه ریسک هایی رو در بر دارن و چطور میتونه یک مؤسسه مالی در راستای نیل به جهانی شدن و حرکت به سوی سرمایه موفق یا بازار سرمایه موفق این حرکتش معنی پیدا بکنه و موفق بشه. خب بریم سراغ مقدمه. ببینید دوستان، ما در دهه 1990 بازارهای مالی بسیار زیادی رو در ایالات متحده داشتیم. این بازارهای مالی مخصوصا در همون دهه 1990 رشد قیمتی خیلی بالایی داشتن. ما اگه بخوایم شاخص صنعتی داو جونز رو، شاخص صنعتی داو جونز متشکل از ارزش 30 تا شرکت بزرگ صنعتی در آمریکا هستش. این شاخص صنعتی داو جونز مثلا بگیم از سطح 2800 3000 اومد رسید به سطح 11000. پس این شاخص یک رشد حداقل 3 برابری رو داشت در اوایل سال 2000 میلادی و همون روند کاهش رشد اقتصادی آمریکا، این شاخص برگشت به عدد 10000. پس در 1990 اومده بود از 2800 تا 3000 رسیده بود به 11000. الان در سال 2000 به دلیل رشد اقتصادی ضعیف ایالات متحده از 11000 برمیگرده به 10000 شاخص. در جولای 2007 شاخص داو جونز از 10000 که برگشته بود در سال 2000 میره به سمت عدد 14000. ولی این وضعیت با شروع بحران اعتباری بازارهای وام رهنی که از سال 2008 به بعد شروع شد برمیگرده به عدد 13000. لذا ارزش بازارهای مالی ایالات متحده در عرض 20 سال نوسانات خیلی بالایی رو تجربه میکنه. در همین دوران بازارهای مالی آسیایی هم کاملا متفاوت داشتن برخورد میکردن. بازارهای مالی آسیایی با توجه به نوسانات قیمتی دنیا روندهای صعودی و نزولی مختلفی رو داشتن تجربه میکردن. بازارهای اروپایی هم همینطور، بازارهای آمریکای لاتین هم همینطور. پس در طی سالهای 1990 تا سال 2010 نوسانات مختلفی رو کل دنیا شاهد بودن که ما یک شاخص داو جونز رو به عنوان نمونه معرفی کردیم و بقیه بازارهای سرمایه کشورهای مختلف رو معرفی کردیم که نوسانات مختلفی رو شاهد بودن. لذا در این تایم ها، در این زمان ها، کشورهای مختلف که نرخ‌های برابری ارز رو داشتن با ارز کشور آمریکا، اومدن نرخ‌هاشون رو شناور اعلام کردن، اومدن بررسی‌ها و بازبینی‌های مجددی رو انجام دادن به دلایل اینکه بحران‌های مالی در آمریکا توی این کشورها هم تأثیر می‌ذاشت، به دلایل نرخ‌های برابری ثابت
و فرمایشی، نوسانات آمریکا تأثیر زیادی رو در بازارهای سرمایه این کشورها داشت، لذا اومدن تغییرات بازار ارز رو دادن و بازار ارز رو یا نرخ برابری ارز خودشون رو به نرخ شناور تبدیل کرده. در همین تایم اگه بخوایم یک نمونه رو بگیم، در این زمان اقتصاد آرژانتین به نحوی داشته حرکت میکرده که نرخ برابری ارزشون یک به یک بوده، یعنی یک واحد پول آرژانتین یا یک پزو آرژانتین با یک دلار برابر بوده که به دلایل قبلی که خدمتتون عرض کردم اومدن یک به یک رو برداشتن و نرخ ارز رو شناور اعلام کردن تا نرخ ارز رو بازارهای مالی و بازارهای پولی تعیین بکنه. از طرف دیگه صنعت مؤسسات مالی چرخه کامل تاریخی رو هم پشت سر گذاشته. صنعت بانکداری در ابتدای فرایند خودش به عنوان صنعتی که خدمات کاملی رو ارائه میداد فعالیت میکرد و به طور مستقیم یا غیر مستقیم تمامی خدمات مالی، اعم از بانکداری تجاری، تأمین سرمایه، سرمایه گذاری در سهام، قراردادهای بیمه و غیره رو داشته. ولی در اوایل دهه 1930 شکلگیری صندوق‌های مشترک مالی و سرمایه گذاری اومد تفکیک کرد فعالیت‌های مختلف بانک‌ها رو و لذا در حال حاضر که در هزاره سوم قرار داریم، تغییرات ایجاد شده توی قوانین فناوری و نوآوری‌های مالی موجب شده که ما دوباره شاهد مؤسسات مالی باشیم که به تنهایی مجموعه کاملی از خدمات مالی رو ارائه میدن. با وجود چنین شرایطی نه تنها میتونیم بگیم که مرزهای بین بخش‌های مختلف صنعت در حال پاشیدنه، بلکه رقابت ماهیت جهانی پیدا کرده. به چه معنی رقابت ماهیت جهانی پیدا کرده؟ ببینید، در حال حاضر خیلی از مؤسسات مالی کشورهای اروپایی یا مثلا کشورهای آسیایی در ایالات متحده شعبات مختلفی رو برای خودشون دارن و دارن در ایالات متحده کار میکنن و برعکس همین اتفاق هم افتاده. خیلی از مؤسسات مالی ایالات متحده در کشورهای اروپایی یا در کشورهای آسیایی شعبات مخصوص خودشون رو دارن و بر اساس ماهیت رقابتی جدیدی که به وجود اومده، اومدن در کشورهای دیگه سرمایه گذاری خودشون رو انجام دادن. لذا هزاره سوم برای ما نشان دهنده تغییرات ماهیت رقابت هستش. ماهیت رقابت رو در هزاره سوم تغییر پیدا کرد. اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری و مالی به عنوان مهمترین تصمیمات شرکت ها، مهمترین تصمیمات میتونیم بگیم در حالت کلی اقتصاد کشورها، مستلزم وجود مدیران و افرادیه که جریان گردش وجوه رو در بستر کلی اقتصاد درک میکنن و با نحوه عملکرد و ساختار بازار مالی داخلی و بین المللی آشنا هستن. افرادی هستن که میتونن تصمیمات آنی رو یا میتونن تصمیمات کوتاه مدت رو با توجه به شناخت دقیق عوامل تاثیرگذار بر تغییرات بازار پول و تغییرات بازارهای مالی رو اتخاذ بکنن و این تصمیمات غالبا تصمیمات صحیحی هستش. لذا این افراد با نحوه عملکرد و ساختار بازارهای مالی داخلی و بین المللی آشنا هستن و ما توی این کتاب سعی می‌کنیم که ریسک‌های موجود در این تصمیمات سرمایه‌گذاری و مالی رو هم بحث بکنیم و بگیم که فرایند تصمیم‌گیری چرا به وجود مدیران بسیار قوی و حرفه‌ای احتیاج داره. خب ما توی فصل حاضر، یعنی فصل اول کتابمون، مروری میکنیم بر ساختار و عملکرد بازارها و مؤسسات مالی. ویژگی‌های این بازارها رو مثل ابزارهای مالی یا نوع اوراق بهاداری که توی بازارهای مالی معامله میشن و این اوراق بهادار یا معاملات مختلف تمایز بازارهای مالی رو برای ما نشون میدن، ما تمامی اونها رو بحث میکنیم، اونها رو میشناسیم. به علاوه بازارهای مالی که به مؤسسات مالی وابسته هستند رو معرفی میکنیم. در واقع میتونیم بگیم که مؤسسات مالی نقش
بسیار مهمی رو در عملکرد بازارهای مالی دارن، به ویژه اینکه مؤسسات مالی راه‌های کم هزینه و اصطلاحاً با کارایی بالایی رو برای هدایت وجوه مالی اقتصاد در جریان کشورها معرفی و فراهم میکنه. اگر بازارهای مالی و مؤسسات مالی بخوایم بگیم به صورت جزئی، مؤسسات مالی میتونن ما رو هدایت بکنن که ما چطور وجوه مالی خودمون رو، وجوه نقد و وجوه غیر نقد خودمون رو به سمت سرمایه گذاری های موفق و ارزشمند پیش ببریم. ما اگر بخوایم مروری بر بازارهای مالی داشته باشیم، اولین نکتمون تفاوت شعبه با دوایر مختلفه. ما گفتیم خیلی از مؤسسات مالی در ایالات متحده که ماهیتا در ایالات متحده به وجود اومدن، در کشورهای اروپایی و آسیایی شعبات مختلفی رو دارن. برعکس، خیلی از مؤسسات مالی اروپایی یا آسیایی یا آمریکای لاتین در ایالات متحده شعباتی رو دارن. اگر بخوایم شعبات رو با دوایر مختلف تفاوتش رو بحث بکنیم، میتونیم بگیم که شعبات تحت نظر مؤسسات مالی مختلف و تحت نظر مؤسسه مالی مادر دارن فعالیت میکنن و فرایند حرکتیشون، اقداماتشون منحصر به قانونگذاری دفتر مرکزی خودشون در کشور مبدأ خودشون هستش و دوایر مختلفی که شرکت‌های مالی یا بخوایم بگیم مؤسسات مالی دارن، این دوایر میتونن داخل اون مؤسسه مالی مبدأ باشن. دوایر مختلفی هستن، مثل دایره ارزی، مثل دایره تسهیلات و انواع دوایر مختلف میتونن داخل مجموعه اون مؤسسه مالی مبدأ باشن، ولی شعبات حتما خارج از مؤسسه مبدأ هستن، در کشورهای مختلف دارن فعالیت میکنن. درسته تمامی اقداماتی که انجام میدن در پیرو تبعیت از قوانین اون مؤسسه مبدأ هستش، ولی غالبا خارج از مجموعه دارن کار میکنن، خارج از مؤسسات مادر دارن کار میکنن، ولی دوایر مختلف میتونه داخل اون مؤسسه مالی مبدأ هم باشه، همونطور که عرض کردم، مثل دایره ارزی، مثل دایره تسهیلات و انواع دوایر مختلف، دوایر سرمایه گذاری، صندوقهای مختلف سرمایه گذاری و سایر دوایر مختلف. مورد بعدیمون بازارهای اولیه در برابر بازارهای ثانویه هستش و بازارهای پول در برابر بازارهای سرمایه. پس ما بعد از این که تفاوت شعب رو با دوایر مختلف شناختیم، میریم سراغ بازارهای اولیه، بعد بازارهای ثانویه، بعد میخوایم ببینیم که بازارهای اولیه در برابر بازارهای ثانویه چه تفاوتی رو دارن و بریم سراغ بازارهای پول، بعد بریم سراغ بازارهای سرمایه و ببینیم که بازارهای پول و بازارهای سرمایه چه تفاوتی رو با همدیگه دارن. بازارهای اولیه در برابر بازارهای ثانویه. بازارهای اولیه بازارهایی هستند که در اون شرکت‌ها با انتشار اوراق بهادار جدیدی مثل سهام عادی و اوراق قرضه سرمایه خودشون رو افزایش میدن. به طور معمول افرادی که به دنبال راه‌اندازی پروژه‌های جدید یا توسعه نیازهای خودشون هستن، ولی وجه نقد مورد نیاز خودشون رو برای راه‌اندازی پروژه جدید یا تحول و توسعه نیازهای تولیدی خودشون ندارن، اقدام میکنن به انتشار اوراق بهادار در بازارهای اولیه. این کار از طریق انتشار اوراق جدید مربوط به ابزارهای مالی و فروش اون به تأمین کنندگان وجوه مالی صورت میگیره. ما توی ایالات متحده آمریکا بسیاری از معاملات مربوط به بازارهای اولیه رو داریم که به وسیله مؤسسات مالی که به اونها مؤسسات مالی تأمین سرمایه گفته میشه انجام میشه و مؤسسات تأمین مالی وجود داره که این مؤسسات برای نیازهای افرادی هستند که میخوان پروژه جدیدی رو راه اندازی بکنن یا پروژه در حال کار خودشون رو توسعه بدن. این مؤسسات بین شرکت ناشر که همون مصرف کنندگان وجوه مالی و سرمایه گذاران یا همون تأمین کنندگان وجوه مالی قرار میگیرن. مؤسسات تأمین سرمایه
در عرضه عمومی اوراق بهادار نه تنها به ناشران و خریداران اوراق بهادار مشاوره میدن که چه اوراق بهاداری رو خریداری بکنن، با چه فرایندی اوراق بهادار منتشر بکنن، چه کارهایی رو انجام بدن میتونن به صورت موفق اوراق بهادار خودشون رو به دست مصرف کنندگان و تامین کنندگان مالی برسونن، میتونن به جذب خریداران اوراق بهادار هم اقدام بکنن و پیدا بکنن کسانی که میخوان سرمایه گذاری مطمئنی داشته باشن و پول خودشون رو در جاهای خیلی امنی سرمایه گذاری بکنن، جایی که واقعا سوداوری خیلی بالایی براشون داشته باشه، و این افراد رو به کسانی که معتبر هستن میتونن در قبال اوراق بهاداری که به خریداران میفروشن تعهدات خودشون رو به صورت کامل و دقیق انجام بدن، این دو نفر رو، یکی سرمایه گذار یکی سرمایه پذیر، این دو نفر رو به همدیگه وصل بکنه. و یکی از مزایای مؤسسات مالی این هستش که شرکت ها با انتشار اوراق بهادار در بازارهای اولیه که به کمک مؤسسات تأمین سرمایه انجام میشه، میتونن ریسک و هزینه ایجاد بازار برای اوراق بهادار رو به مؤسسات تأمین سرمایه منتقل بکنن و این ریسک دیگه اصطلاحاً در فرایند معاملاتی بین خریدار و فروشنده نباشه. اگر این خریدار و فروشنده به صورت فردی با همدیگه همکاری بکنن و در خارج از مؤسسات مالی این کارها رو انجام بدن، تمامی ریسک ها گردن خودشونه. زمانی که یک مؤسسه مالی وارد میشه، تضمین میکنه اقدام به انجام تعهدات فروشنده رو، لذا زمانی که فروشنده به مشکلی برمیخوره، خریدار خیالش راحته که من که اوراق بهادار فلان شرکت رو خریداری کردم، این مؤسسه مالی تضمین کرده و پاسخگوی من خواهد بود. اگر اون شرکت فروشنده اوراق بهادار نتونه به تعهدات خودش عمل بکنه، ما اگه بخوایم بازارهای مالی رو طبقه بندی بکنیم، اینجا یه مطلبی رو بگم بعد بریم سراغ بازار ثانویه. اگه بخوایم بازارهای مالی رو طبقه بندی بکنیم و انواع اون رو بشناسیم، میتونیم بگیم بازارهای اولیه اولین موردی بودن که تعریفش رو توی اسلاید قبلی انجام دادیم. بازارهایی هستن که در اون شرکت‌ها با انتشار اوراق بهادار جدید سرمایه خودشون رو افزایش میدن. بریم سراغ بازارهای ثانویه. بازارهایی هستند که در اون ابزارهای مالی که در گذشته منتشر شدن معامله میشن. اوراق بهادار یا هر اوراق یا هر فرایند جذب سرمایه‌ای که جدیداً منتشر نشده، قبلا منتشر شده، اون رو در بازارهای ثانویه معمولا مبادله میکنن. بازارهای پول بازارهایی هستند که در اون اوراق بدهی یا ابزارهایی که سررسید اون کمتر از یک ساله معامله میشه. ما به بازارهای پول معمولا بازارهای کوتاه مدت میگیم که کوتاه مدتیش از این منظر دیده میشه که در کمتر از یک سال فرایند معامله اوراق بدهی و ابزارهای اون انجام میشه. بازارهای سرمایه بازارهایی هستن که در اون ابزارهای سرمایه‌مون همون سهامن ها. اینجا بگم که ابزارهای سرمایه که داریم بحث میکنیم سهامه و بدهی همون اوراق قرضه هستش. ما اوراق بدهی داریم صادر میکنیم، یعنی اوراق قرضه داریم صادر میکنیم، خودمون رو بدهکار کسانی میکنیم که به ما پول دادن و اوراق قرضه منتشره از سوی ما رو خریداری کردن. به اونها میگیم اصطلاحاً اوراق بدهی یا اوراق قرضه. و بازارهای سرمایه بازارهایی هستن که در اون ابزارهای سرمایه و بدهی که سررسید اونها بیش از یک ساله معامله میشه. ما توی بازار پول کمتر از یک سال هستن معامله میکنیم، در بازارهای سرمایه بیشتر از یک سال هستن معامله میکنیم. بازارهای ارز خارجی بازارهایی هستن که در اون جریانات نقدی ناشی از فروش محصولات یا دارایی‌های مبتنی بر ارز خارجی مبادله میشه.
ما محصولاتی رو داریم که توانمندی صادرات رو به خارج از کشور داره. این صادرات در قبالش ارزاوری خواهد داشت. ارزاوری باید به نحوی باشه که ارز دریافتی از صادرات به بازارهای ارز خارجی انتقال پیدا بکنه و خرید و فروش این جریانات نقدی که حاصل از صادرات ما هستش و ارز خارجی هستش در بازارهای ارز خارجی انجام میشه. این جریانات مبادلات در بازار ارز خارجی انجام میشه و بازارهای مشتقه بازارهایی هستن که در اون اوراق بهادار مشتق از اوراق بهادار دیگر معامله میشن. اوراق بهاداری که شامل اوراق بهادار دیگه هم هستش و میتونه چند اوراق بهادار رو در بر داشته باشه. میتونه مثلا یک نهادی، یک ارگانی، یک سازمانی باشه که اوراق بهاداری رو صادر بکنه که این اوراق بهادار مشتق از فرایند تأمین مالی یا اوراق بدهی مجموعه، میتونیم بگیم سازمان‌های زیر مجموعه خودش هستش. یک نهادی یک اوراق قرضه‌ای رو به ما میفروشه که این اوراق قرضه متشکل از اوراق‌های مختلف سازمان‌های زیر مجموعه همین سازمان یا نهاد یا ارگان اصلی هستش که اوراق قرضه رو به ما فروختن و به اون بازارهای مشتقه میگیم که ما توی این بازارها معمولاً اوراق بهاداری که مشتق چند تا اوراق بهادار دیگه هست رو معامله میکنیم. بریم سراغ بازارهای اولیه. چون ما در بین بحث بازارهای اولیه خودمون انواع بازارهای مالی رو آوردیم و اونها رو یه توضیح اجمالی دادیم تا بریم سراغ بحث روی تک تک این بازارهای مالی، لذا برگردیم به ادامه مبحث بازارهای اولیه. اوراق بهادار پس از انتشار اولیه به جای عرضه عمومی به وسیله بازارهای اولیه به صورت خصوصی عرضه میشه. ناشر اوراق بهادار چه کسیه؟ ناشر اوراق بهادار کسیه که اوراق بهادار رو نشر میده. چه کسی نشر میده؟ کسی که به وجوه مالی احتیاج داره و اوراق بهادار انتشار میده. پس ما مصرف کنندگان وجوه مالیمون همون ناشران اوراق بهادار هستن. ناشر اوراق بهادار با استفاده از عرضه خصوصی اوراق بهادار میره سراغ پیدا کردن مؤسسات خرید این اوراق بهادار مثل صندوق‌های بازنشستگی یا گروهی از خریداران که بتونن کل اوراق بهادار انتشار یافته توسط این فرد رو، این ناشر رو بخرن، یک جا بخرن و حالا توانایی اینو داشته باشن که یک جا بتونن اینو بخرن. در مورد مزایا و معایب این فعالیت، یعنی خرید یک جای کل سهام منتشر شده از طرف یک ناشر، ما در فصل 6 حتما بحث اجمالی رو خواهیم داشت، لذا همینجا فقط میخوایم این رو اشاره بکنیم که معمولا به جای عرضه عمومی میرن سراغ عرضه خصوصی به دنبال شرکت ها، افراد، گروه های، صندوق هایی که بتونه کل این سهام رو یک جا بخره. ابزارهای مالی بازارهای اولیه شامل اوراق بهادار شرکت‌هایی هستند که در قالب سهام و از همون ابتدا به صورت عموم عرضه میشن. به طور معمول به اوراقی که به تازگی منتشر میشن عرضه اولیه اوراق بهادار گفته میشه. پس ما به اوراق بهاداری که به تازگی منتشر شدن و انتشار اولشون رو دارن تجربه میکنن معمولا میگیم عرضه اولیه اوراق بهادار. اگه میخوایم مثالی هم بزنیم، شرکت توموتراپی در 8 می 2007 در ایالات متحده مثلا اقدام میکنه 257 میلیون دلار از سهام خودش رو عرضه عمومی میکنه. شرکت ها با استفاده از بازارهای اولیه میتونن اون دسته از سهام ها و اوراق قرضه خودشون رو که بعدها میخوان منتشر بکنن به فروش برسونن برای افزایش سرمایه خودشون. توی سالهای اخیر یک بیاعتمادی در این رابطه به وجود اومده. در چه رابطه؟ بیاعتمادی به مؤسسات مالی، به مؤسساتی که در عرضه اولیه اوراق بهادارشون فروش اوراق بهادار رو تضمین میکنن.
این بیاعتمادی از کجا نشأت میگیره؟ این تضمین کنندگان فروش اوراق بهادار معمولا میان اوراق با کیفیت خودشون رو، اوراقی که ارزشمندی بالایی داره، مثلا سود بالایی داره، مثلا حق رأی داره یا مزیت‌های بالایی رو داره، به مدیران ارشد سازمان‌ها مخصوصا سازمان خودشون پیشنهاد میدن و میگن که خب ما قراره مثلا 100 هزار تا سهام بفروشیم، از این 100 هزار تا 20 هزار تا سهام سهام خیلی با کیفیتیه، سود بالایی داره، اولویت‌های مختلفی رو داره، حق رأی داره و انواع مختلف. لذا میان به مدیران ارشد سازمان‌ها مخصوصا سازمان‌های خودشون پیشنهاد میدن و لذا اوراق اصطلاحاً درجه دو میشه گفت میمونه برای عرضه عمومی. لذا این اقدام باعث میشه که یک بدبینی به مؤسسات تضمین کننده فروش از طرف هم مردم و هم شرکت‌های ناشر اوراق قرضه به وجود بیاد و این اقدام‌ها منجر شده که خیلی از شرکت‌ها به میزان میلیارد دلاری در ایالات متحده به همین دلیل که به مدیران ارشد برخی از سازمان‌ها پیشنهاد داده شده جرایم میلیارد دلاری پرداخت کنند و مردم یک بدبینی رو داشته باشند در مورد اینکه اوراقی که الان از این مؤسسات تضمین فروش می‌خوان بگیرن اوراق با کیفیتی نخواهد بود. پس اگر بخوایم روند فعالیتی بازارهای اولیه رو در یک جدول و به صورت خلاصه شده معرفی بکنیم، به این شکل میشه که یک تضمین کننده فروش اوراق بهادار که اون تضمین کننده مؤسسات تأمین سرمایه هستش، بین مصرف کنندگان وجوه مالی و تأمین کنندگان اولیه وجوه مالی وجود داره و تأمین کنندگان وجوه مالی به وسیله تضمین کننده فروش اوراق بهادار که مؤسسات تأمین سرمایه هستن، وجوه مالی خودشون رو به دست مصرف کنندگان وجوه مالی میرسونن. در حالت کلی بازارهای اولیه رو یه بار دیگه میگم، بازارهایی هستن که سهام یا اوراق بهادار جدید در اون بازارها به فروش گذاشته میشه. بریم سراغ بازارهای ثانویه. اگه خاطرتون باشه ما توی انواع بازارهای مالی گفتیم که بازارهای ثانویه بازارهایی هستن که ابزارهای مالی که در گذشته منتشر شده داره توی این بازارها معامله میشه. ابزارهای مالی مثل سهام که در بازار اولیه منتشر میشن، بعد از اینکه در بازار اولیه منتشر شدن در بازارهای ثانویه معامله میشن. مثال‌های متعددی هم میشه براش زد. اگر بخوایم در مورد ایالات متحده بحث بکنیم، میتونیم همون شرکت‌های مختلف ایالات متحده مثل اگزم موبایل رو بحث بکنیم که در سال 2007 حدود 27.3 میلیون دلار از سهام خودش رو که در بازار اولیه منتشر شده بود آوردن در بازارهای ثانویه معامله کرده. خریداران اوراق بهادار بازار ثانویه عاملان اقتصادی که همون مصرف کنندگان، شرکت‌های تجاری و دولت‌ها هستند که منابع مازاد مالی دارند. این منابع مازاد مالی که در اختیار دارن باعث میشه که بیان در بازارهای ثانویه به دنبال شرکت‌های سرمایه پذیر بگردن تا سرمایه خودشون رو، منابع مازاد مالی خودشون رو در اونجا عرضه بکنن. فروشندگان ابزارهای مالی بازار ثانویه عاملان اقتصادی هستند که میتونن اوراق بهادار رو به سرعت و به نحو کارایی به فروش برسونن. زمانی که ناشر اوراق قرضه خودش رو در بازارهای ثانویه ارائه میکنه برای فروش، در این حالت وجوه نقدی که از بابت فروش اوراق قرضه قراره به فروشنده یا انتشار دهنده اوراق قرضه پرداخت بشه، اغلب به کمک کارگزاری ها به عنوان واسطه بین خریدار و فروشنده به فروشندگان ابزارهای مالی در بازار ثانویه انتقال پیدا میکنه و اینجا میتونیم بگیم که چون کارگزاری به عنوان واسطه میان خریدار و فروشنده وجوه نقد رو از خریداران دریافت میکنه و به فروشندگان انتقال میده، لذا ناشر اصلی اوراق بهادار در مبادله اوراق بهادارش هیچ نقشی رو معمولاً ایفا نمیکنه و کارگزاران نقش انتقال ابزارهای مالی رو ایفا میکنه.
ما بورس های معتبری رو در دنیا داریم که این بورس ها با همدیگه میتونیم بگیم که حالا سه تا از بازارهای بسیار معتبر سرمایه در دنیا رو تشکیل میدن: بورس اوراق بهادار نیویورک NYSE، بورس سهام آمریکا MX و انجمن ملی معامله‌گران اوراق بهادار یا نزدک. سه تا از بازارهای ثانویه‌ای هستند که سهام رو خرید و فروش می‌کنند. در پاییز سال 2008 بورس اوراق بهادار نیویورک به عنوان بزرگترین بازار سرمایه دنیا با بورس سهام آمریکا یا همون امکس که دومین بورس بزرگ سهام آمریکا هستش ادغام شدن و الان با همدیگه به صورت ادغام شده دارن فعالیت خودشون رو انجام میدن. ما در فصل هشتم به صورت مفصل روی تک تک این بازارها بحث خواهیم کرد و اینجا این نکته رو لازمه بگم که علاوه بر سهام و اوراق قرضه در بازارهای ثانویه ابزارهایی با پشتوانه وامهای رهنی و دیگر دارایی ها هم مثل پیمانهای آتی و اوراق اختیار معامله اوراق مشتقه هم معامله میشه و ما توی فصل دهم درباره اوراق مشتقه در 10 سال گذشته و معاملات اوراق مشتقه در 10 سال گذشته بحث خواهیم کرد. بازارهای ثانویه مزایا و معایبی دارن. درباره مزایاش اگه بخوایم بحث بکنیم، بازارهای ثانویه مزایایی هم برای سرمایه گذاران یا همون تأمین کنندگان وجوه مالی دارن و هم شرکت‌های منتشر کننده اوراق بهادار یا همون مصرف کنندگان وجوه مالی. بازارهای ثانویه برای سرمایه گذارانی که اومدن سرمایه گذاری بکنن روی اوراق بهاداری که از طرف ناشران این اوراق انتشار پیدا میکنه، بازارهای ثانویه فرصتهایی رو ایجاد میکنه تا بتونن به سرعت و به ارزش بازار و با توجه به ویژگی‌های ریسک و بازده خرید و فروش اوراق بهادار اقدام بکنن به سرمایه گذاری روی فرصت‌های جدید سرمایه گذاری. و شرکت‌های منتشر کننده اوراق بهادار به طور مستقیم درگیر انتقال اوراق بهادار منتشر شده توی بازارهای ثانویه نیستن، اما از طریق بازارهای ثانویه اطلاعاتی رو درباره وضعیت سهام خودشون کسب می‌کنن و درباره ارزش شرکت به سهامداران خودشون اطلاع رسانی می‌کنن. شرکت‌های ناشر اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات قیمتی که از بازارهای ثانویه به دست میارن حدس می‌زنن که آیا تونستن تأمین مالی خودشون رو به صورت موفقیت آمیز انجام بدن یا این تأمین مالی موفقیت آمیز نبوده. لذا چون عرضه کنندگان اوراق بهادار یا منتشر کنندگان اوراق بهادار خودشون به صورت مستقیم به دلیل وجود مؤسسات واسط خودشون مستقیما درگیر خرید و فروش نیستن، لذا از بازارها به دور هستن، ولی این به دور بودن باعث نمیشه که هیچ اطلاعاتی هم نداشته باشن. درباره وضعیت سهام خودشون میتونن اطلاعات کسب بکنن و ببینن که آیا تأمین مالی که میخواستن انجام بدن به صورت موفقیت تامیز انجام شده یا خیر. بازارهای ثانویه باعث افزایش نقدینگی یا قابلیت تبدیل سریع اوراق بهادار به وجه نقد برای خریداران و فروشندگان هستش. ما بازارهای ثانویه رو میتونیم بگیم بازارهای معادل پول یا میتونیم بگیم بازارهای معادل وجه نقد، چون بازارهای ثانویه همونطور که توی سه تا اسلاید قبلی هم گفتم یه بستری رو فراهم میکنن که به سرعت، ببینید، به سرعت و ارزش بازار و با توجه به ویژگی‌های ریسک و بازده خرید و فروش اوراق بهادار یک تأمین کننده وجوه مالی دسترسی پیدا بکنه به شرکت منتشر کننده اوراق بهادار و بتونن به کمک همدیگه یک سرمایه گذاری و یک جذب سرمایه رو داشته باشن. یکی سرمایه گذاری بکنه، یکی جذب سرمایه رو داشته باشه و اطلاعاتی رو درباره قیمت و ارزش سرمایه گذاری برای هم ارائه دهندگان سرمایه هم جاذبان سرمایه یا سرمایه پذیران اطلاعاتی رو درباره قیمت و ارزش سرمایه گذاری در اختیارشون میگذاره. افزایش قدرت نقدینگی برای شرکت هایی که به دنبال فروش
سریع اوراق بهادار خودشون توی بازارهای اولیه هستن، قطعا خیلی مطلوب خواهد بود، چون کسانی که به دنبال فروش سریع اوراق بهادار خودشون هستن به دنبال خریداران مستعد هم هستن و دلشون میخواد این اوراق بهاداری که الان دارن عرضه میکنن رو به سرعت بفروشن و به دست خریداران برسونن. لذا زمانی که قدرت نقدینگی خریداران اوراق بهادار افزایش پیدا میکنه، این افزایش قدرت نقدینگی میتونه برای فروشندگان یا ناشران یا عرضه کنندگان اوراق بهادار هم خیلی مطلوب باشه. به علاوه وجود بازارهای متمرکز که بتونن تمامی این اقدامات رو در یک جا انجام بدن، خرید و فروش ابزارهای مالی رو خیلی آسان‌تر می‌کنه و هزینه معاملات این خرید و فروش رو خیلی ارزان‌تر می‌کنه. شما توی زندگی روزمره‌تون هم به همین شکل میتونید بررسی بکنید. مثلا شما می‌خواید برید یک قلم کالایی رو بخرید، حالا فرقی نداره کالا جنسش یا نوعش چی باشه. قطعاً اگر برید جایی این کالا رو خریداری بکنید که مجموعه ای از فروشندگان در اون محل گرد هم اومدن تا اون کالا رو به شما ارائه بدن، شما خیلی راحت تر میتونید قیمت ها رو با هم مقایسه بکنید، برند ها رو با هم مقایسه بکنید، کیفیت ها رو با هم مقایسه بکنید و یک کالای با کیفیت رو با قیمت مناسب دریافت بکنید. ولی اگر برید سراغ مثلا یک فروشگاه در یک خیابونی که حالا اون فروشگاه به غیر خودش دیگه فروشگاه های هم خانواده خودش رو نداره، شما خیلی سخته مثلا بتونید چند تا کالا یا چند تا برند رو با همدیگه مقایسه بکنید، چون فقط شما یک فروشگاه رو دارید و فقط به اون فروشگاه دسترسی دارید. لذا وجود بازارهای متمرکز هم به همین شکله. زمانی که بازارهای متمرکز وجود داره، یک خریدار اوراق قرضه زمانی که حاضر میشه در اون بازار متمرکز برای خرید اوراق بهادار مورد نیاز خودش، میبینه شرکت‌های متعددی برای ارائه اوراق بهادار خودشون در اونجا حضور دارن، میتونه اونها رو با همدیگه مقایسه بکنه، تجربیات و سوابق شرکت ها رو با همدیگه مقایسه بکنه و یک انتخاب خوبی رو داشته باشه. اگه اینجوری نباشه و یک فروشنده به یک خریدار متصل بشن، در اون زمان قطعا قدرت انتخاب یا اختیار انتخاب چندانی رو نخواهند داشت. مورد بعدیمون بازارهای پول در برابر بازارهای سرمایه هستش. ما بازارهای اولیه رو در برابر بازارهای ثانویه بررسی کردیم. الان میریم سراغ بازارهای پول در برابر بازارهای سرمایه. بازار پول به بازارهایی گفته میشه که در اون اوراق بدهی یا ابزارهایی که سررسید اونها کمتر از یک سال هستن در این بازار معامله میشن. اگه خاطرتون باشه توی اون اسلایدی که انواع بازارهای مالی بحث شد، اونجا هم توضیح داده شد که بازار پول بازاریه که اوراق بدهی یا ابزارهایی که سررسید اونها کمتر از یک ساله در بازار پول معامله میشه و دلیلش اینه که سررسید کمتر از یک سال به عنوان نقدینگی اصطلاحاً توصیه میشه و تعریف میشه، چون خیلی سریع سررسیدش میرسه و شما میتونید اون اوراق بدهی یا ابزارهای تامین مالی رو تبدیل به وجه نقد بکنید. لذا ما اون رو معادلی از بازار پول یا وجه نقد میتونیم در نظر بگیریم. در بازارهای پولی اون دست از عاملان اقتصادی که در کوتاه مدت وجوه نقد مازادی رو در اختیار دارن، میتونن وجوه نقد خودشون رو به اون دست از افراد یا عاملان اقتصادی یا شرکتها یا دولت یا هر بنگاه اقتصادی که در کوتاه مدت نیازمند وجوه مالی هست، اونها رو به نیازمندان وجوه مالی برسونن، وام بدن و اصطلاحاً سرمایه گذاری خودشون رو روی این مجموعه ها انجام بدن. ماهیت کوتاه مدت این ابزارهای مالی نشون میده که نوسانات قیمتی این اوراق بهادار در بازارهایی که معامله میشن کاملا ناچیز هستن، چون در کوتاه مدت این اوراق بدهی یا ابزارهای سرمایه معامله میشن، لذا میتونیم بگیم که نوسانات قیمتی خیلی کمی رو دارن. در ایالات متحده آمریکا معاملات بازارهای پولی در مکان خاصی صورت نمیگیره، بلکه انتقال از طریق تلفن، از طریق انتقال‌های الکترونیکی و شبکه‌های
رایانه‌ای انجام میشه. به همین دلیل به بیشتر بازارهای پولی ایالات متحده آمریکا، بازارهای فرابورس یا بازارهای خارج از بورس هم گفته میشه که به عنوان بازارهای OTC معروف هستند. لذا بازار پول مثل بازار ثانویه یک بازار متمرکزی نیستش که همه گرده هم بیان و اونجا معاملات خودشون رو انجام بدن. بازار پول بازاریه که نیازمند مکان خاصی برای داد و ستد یا تبادلات نیست و غالبا میتونن از طریق تلفن، انتقال‌های الکترونیکی، شبکه‌های رایانه‌ای و سایر دسترسی‌ها به همدیگه این انتقال‌ها رو انجام بدن، مثل کیف پول الکترونیکی، کیف‌های پول سخت افزاری، نرم افزاری که در پول‌های الکترونیکی معمولا خیلی رایج هست. یکی از فرایندهای انتقال و خرید و فروش بازارهای پول در دنیای کنونی هستش و اخیراً معمولا از کیف‌های الکترونیکی استفاده میشه. ابزارهای بازار پول برای تأمین نیازهای مالی کوتاه مدت، که گفتیم ماهیت بازار پول تأمین مالی کوتاه مدته، اوراق بهادار مختلفی در بازارهای پولی به وسیله شرکت‌ها و دولت‌ها منتشر میشه.